اکثریت وکلای مجلس نمایندگان برزیل با رأی موافق خود خواستار استیضاح رئیس جمهوری این کشور دیلما روسف شدند. مجلس نمایندگان برزیل طرح استیضاح رئیس جمهوری این کشور را با 367 رأی موافق تصویب کرد. یکی از مهمترین بازیگران طرح استیضاح ادواردو کونیا رئیس مجلس نمایندگان برزیل است. حامیان دولت میگویند او تشنه قدرت است و نه کشف حقیقت. یکی از نمایندگان حامی دیلما روسف گفت ادواردو کونیا شما یک گانگستر هستید، تنها بوی شیطان است که شما را اینجا نگاه داشته. رأی من به طرح استیضاح نه است و میدانم که رأی آسان را انتخاب نکردم. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Esse povo... یک نماینده موافق هم گفت مردم به استیضاح رأی دادند، ما هم رأی میدهیم و تمام کسانی که موافقی دستهایتان را بالا بگیرید. با این رأی مجلس نمایندگان رسما مجوز استیضاح صادر شده است و یک ماه دیگر این موضوع در سنای برزیل مطرح می شود. در صورت رأی موافق سنا، رئیس جمهوری باید 6 ماه از قدرت کناره گیری کند. یک تحلیلگر سیاسی می گوید در این صورت تغییرات مهمی روی می دهد. میشل تمر معاون رئیس جمهوری که ناگزیرش جایگزین وی شود با احزاب مختلف سیاسی باید کنار بیاید. با اکثریت جدیدی در دولت مواجه می شویم و بسیاری از وزرا مقامشان را از دست خواهند داد. دیلما روسف 68 سال و اولین رئیس جمهوری زن برزیل متهم است تلاش کرده کسری رو به افزایش بودجه دولت را پنهان کند.